کجا بگویم که بلایی شده آشنای من و عشق و شور مستی و با عشق و نوش هستی من و عشق و شور مستی و با عشق و نوش هستی حال میرم رسیتم رهایی از چشم مستی تو نمیتوانم تو همان آتشی که خود به دست من شانه بشدی در من اگر تو را بخواهم چه گناهی بود این وفای من چه کنم کجا بگویم که بلایی شده آشنای من نگاه کن حسن اومد خب بیاد نعمت داشت میترسن آخه خواننده رفیقشه باشه رفیق ما هم میتونه باشه رفت نگه قربون اون هیکلت برم من خیلی کجا به این شدی من تازه دارم چه پور میشه قربونت برم من بلش کن تو که جنبشه نداری چرا این زهر ماریا رو میرزی تو چیگره؟ بزنجا نفل منو تقیبه کله میشم منم حسن فرفرم یادت داره برش ببینم بسته دیگه تقیبه با بیا خیلی خب بابا چرا گریه میکنی؟ حالا چیزی نشده که آخه تو همه ناراحتی ها رو واسه خاطر من تحمل میکنی؟ واسه خاطر داداشمون که مریضه مجبوریم همه اینا رو قبول کنیم و الا کی حاضر میشه خواهرش تو کافه آواز بخونه اون وقت همه چه بگن رفیقشه بسته نخور داداش فقط محسن باید پاش خوب شه همین بیا این 200 تومن رو بگیر مزد این هفته منه بریم نسخه داداشمون رو بپیچیم قربون تو برم آبجی این پسره احمد چرا انقدر دیر کرد یه تاکسی داره میاد مثل اینکه اونه آره خودشه با تو کجایی چرا انقدر دیر اومدی سلام حسن آقا سلام فاتی خانم حالتون چه داره مرسی خوبه بی معرفت تو که همیشه سر دوازده اینجا بودی چطور شد امشب انقدر دیر کردی جون حسن آقای مسافر سوار کردم بردم سلسبیل از اونجا میگی که منو برد تهران خودتون حساب کنین با چه سرعتی خودم واسه خاطر شما رسوندم اینجا عجب کلکی حالا سوارشو بریم دواخونه نسخه مصاحبه ببینیم یالا ببینم بفرمایید برو بالا مگه کوری مرتی که
ماشین به این بزرگی رو نمیبینی؟ آقا تقصیر تو نوشته اینجا ورود ممنوعه مگه مستی؟ من مستم پسر این نفهم خجالت نمیکشی با من اینطوری حرف میزنی؟ خسارتشو باید بدی پسر ای حمال. من خسارتشو بدم رو تو برم خفه شو. آقا جیگول خسارتشو میده. تو دیگه چی میگی؟ سپر شما والیدی آقا خفه شو. حالا خلاف کردی زورم میگی داداش. تو خودتو داخل نکن، اصلا به تو هیچ مربوط نیست. من نمیفهمم این ماشین قرازه تو این خیابونا چی کار میکنن. نفهمیدم قرازه هیکلت عوضی یا لصدیر اکومینا. خفه شو، دستور میدن نمره تاکسی تو بگیرن. بگیرن؟ من شهر هرته، یا لصدیر میده یا نه. نخیر نمیدم. نمیدی؟ نخیر. داشتم ادرف و کنار بینم. آی پاسه با بله یا آقا رو بگیر چکر میکنی؟ بذار زمین منو، بذار زمین منو گولم میدی یا بکنه سره بینه چرخ میدی پول یا نه؟ آره میدم، برم کن نر رو بکنه. حالا شدی آدم حسابی، یال پول رد کن بید بینم. زود باش یال. والا یه شی برام نذاشتن، همه شی امشب باختن. چی؟ پول فردا بهتون میدم. پوزه عالی، جیب خالی. بینه پول مول دستی هم میخوای بهت بدیم که نگوشی. نخیل، متشکرم. بیا این کارت محل کارمه، بیا اونجا بگو رئیس میخوام پولتو بگیر. تو رئیسی؟ باشه، بیا احمد، من 100 تومن خسارت تو رو میدم. شما چرا اصلا من فردا ازش میگیرم، خودش میدونه جای دوری نمیره. تو باید ماشینتو تعمیر کنی جونم. آی جیگول، یاره در فردا صبح اول وقت سعدی رو حاضر کن، حاجیت میاد تجارت خونه. پرونده آقایون حاضر. بفرمایید. این چه مسخره بازیه؟ این که طرز تجارت کردن نیست. از امروز تجارتخونه من دیگه به هیچ قیمتی حاضر به معامله با شما نیست. بریم به ارباباتون بگین تا وقتی که حساب و کتاب شما درست نباشه ما از کار کردن با شما معذوریم. بفرمایید. آخه خانم، من خانم نیستم، شما با یه مرد طرفین، اینو تو گوشتون فرو کنی. بفرمایید آقای، خواهش میکنم. بفرمایید. ببین مسعود خان، بله. امروز دیگه هیچ کس حق نداره وارد دفتر من بشه، هر کس میخواد باشه، من نمیپذیرم. نگاه کن چی ساخته. واسه 100 تومن باید 100 طبقه بریم بالا. خدا ذلیلت کنه. بیکس من طبقه آخر خیلی عجله دارم. کجا داری میری؟ میخوام برم پیش رئیس. شما باید با پله بریم. مای ما چیمونه که با پله بریم؟ چرا این یارو با پله نمیره؟ ایشون غیر از شماست. این ببین این یارو رو میشناسیم؟ ما کجا باید پیاده بشیم؟ همونجا. از این باید با انبار حرف داره برد. ما که رفتیم، اما بی‌معرفت با مردم بهتر از این باش. چهار تا بگی دیگه وقت یدی بری. نفهمیدم. بی بیرون بینم ناکس. داری به من کلک میزنی؟ من به دنیا کلک میزنم. حالا حالیت میکنم. حالا من با آسانسور میرم بالا، تو باقی راه پیاده میری تا پاهات واشه و همچی خوش اخلاق بشی. یالا بینم. من خوش اخلاق هستم. خیلی خوش اخلاق هستم. نفهمیدم. حالا که فهمیدی باهات پیاده بری خوش اخلاق شدی. معلوم میشه آقا خیلی زرنگ تشت دارن. باشه شما هم زرنگ باش. اما یه شرط داره داداش. باید تا اون بالا میری همین تو یدم بخندی. باشه میخندی؟ تا بریم تو آسانسور بخند. دلم باره سوخت. یالا بخند ببینم. بخنده درست حسابی بخند. چرا یه خط در میون میخندی مرد؟ میخندی یا برسامه پایین؟ بابا همچی بخند که من کیف کنم. ایرونی بخند. بخند، بخند، ما که رفتیم. حالا که رفتیم همه جو بخند و در بیرون بریزه. خب دیگه چه باید کرد؟ عصبانیه.
آخه این که طرز معامله نیست. بله، با داد و فریاد چه کار درست نمیشه؟ این وضع موقتیه، چند روز دیگه خودم موضوع رو براتون حلش میکنم. حالا بفرمایید. سلام علیکم رئیس. ها بگو با اومدم. اگه با رئیس کاری دارید به خودم بگید. با خودش کار دارم. شما بفرمایید. خدافظ. زود باش بینم، یال رئیس خبرش کن کار دارم. متاسفانه که لا اینم که نیستش. با کی کار دارید آقا؟ با کی کار دارم آقا؟ با آقای رئیس کار دارم آقا. خود منم. چه فرمایشی دارید؟ رئیس تویی؟ نه خیر، تو آقای رئیس نیستی، من آقای رئیس رو میشناسم. برو بگو خودش بیاد. بریم بیرون آقا. کی به شما اجازه داد بیاین تو؟ بفرمین بیرون. اینو باش، 18 تا صندلی گوشته واسه یه نفر، چه خبرته با؟ بفرم چون راحت باش قربون شما. یالله الان بهت میگم. نه نیا کن، چایی سفارش ندیا قربون شما. مگه شما هم مجسمه این که این مرتیکر رو را دادین تو؟ بیاییم بعد از اینش کنم درشکی. بابا بدون آهد باشیم جون من. باشه به تو میگم. ازیان نکن. باشه به ندارم که راحت نشستیم سر جاش. یالا یالا بلنشی بری سر کارتون بینم. بدوین یالا مثل دو تا مادام موسیو برگردیم بری سر کارتون. بری گردش مهره اون باشیم. من جای شما بودم آبجی، این عروسه جاپونیاره مینداختم دور، جنس بهترشو میخریدم. تو دیگه چه جونه بری هستی؟ موشان جان چی شده؟ سلام آقا جی، گل کجا؟ کجا میگی؟ من دار به در دارم دنبال تو میگردم. دنبال من میگردی؟ دوباره صدیره خوبینم. من شما رو نمیشناسم، شما کی هستی؟ عجب، پس تو آجی تو نمیشناسی. نه خیر، زود باش از اینجا برو بیرون، ولی دستو میدم با کتک بندازمت بیرون. آبجی تو همین کارو میخواست بکنه. خوب بیکرد. پس نمیشناسی ها؟ آی پاس باد، بیا آقا رو ببینم. دلم خوبه. خیلی خوب بابا، دلخور نشو. دستتو بندار. بدک نیم، فقط یه خود پوزمولوک و سیبیلش آویزونه. یا این پولتو وردار، تشریفتو از اینجا ببر. راست میگه. حالا با تربیت شدی. اما ما اینجوری پولو بهش ندادیم، باید دو دستی تقدیم کنه. بیا، ورد برو عمو. اولندش که ما عمود نیستیم، شم یادت نره. دومندش گفتن دو دستیم، باز یه دستیه که. خیلی خوب، بفرمایید، اینم دو دستی. حالا شد. خب ما رفتیم دیگه. فقط تو آب جیارت نره بی خود جستای مردا رو بلند نشو بهت نمیاد. حالا خیلی مونده تا مرد. برو بیرون. یالا دیگه معطل چی هستی؟ من که دارم میرم، چرا هلم میدی؟ منو که رو گل گیرم، چرا سرم میدی؟ سعدی رو دارم میبرم، چرا دلخوار میشی؟ خدافر. این دیگه چه افتضاحیه؟ بیچاره پدرم خیال میکنه تو یه آدم قابل اطمینانی. به خدا قسم مژگان جان، من تقصیری نداشتم. خیابون خلوت بود، توم میرفتن. در هر حال من دیگه از دست تو و حرکات تو خسته شدم. این وضع دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. مژگان جان، میدونی من چقدر تو رو دوست دارم. وقتی با من عروسی کردی دیگه این مسائل خود به خود حل میشه و تو دیگه احتیاج نداری کارای مردا رو انجام بدی. این پنبرم از گوشت بیرون بیار که با من ازدواج کنی یا اختیار ثروت پدرمو به دست بگیری. من ممکن نیست بذارم یه جوان عیاش و قمارباز سرنوشت خانواده منو به دست بگیره. پسر عموی منی باش، ولی هیچ وقت راجب عروسی با من صحبت نکن. به خدا قسم دروغ میگن مشکان جان، میخوان بین ما رو به هم بزنن. قمارباز کیه؟ بس دیگه، اینقدر دروغ نگو. اینو بدون اگه من یه روزی ازدواج بکنم با یه مرد واقعی ازدواج میکنم، نه با تو. حالا دیگه برو، باهات کاری ندارم. اگه این مرده، پس اون کی بود؟ مگه این دختره مرده که میخواد خودشه جای مرد جا بزنه؟ من که از دستش زله شده. همونی که گفتم، یا باید باش عروسی کنی یا دستشو از کارا کوتاه کنی، یا باید همون کاری که گفتم بکنی. نه مسعود جون، من از آدم کشتن میترسم. دیوونه نشو، میلیون ها تومن پوله. جون یه دختر از خود راضی اونقدرام اهمیت نداره. پدرم که تو رو دوست داره و بهت خیلی اطمینان داره،
پس دیگه معطل چی هستی؟ یا اون راه یا این یکی؟ حالا سب کن، من اول با عموم صحبت کنم، شاید همینطوری بتونیم از شرش خلاص بشیم. اون وقت اگه نشد یه فکری براش. باز چه کلکی داری سوار میکنی ناکسا؟ برو آقا برو. رفتم بیدم، حالا دیگه ما بریم. بله برو. خیلی خوب بیریم. باشه. مرد مرد مرد، من نمیفهمم این مرد چقدر از خودشون راضی هست. آه توی بابا بیا تو باز کارده. برماشی داشتی. ازت یه سوالی داشتم. بفرما. ببینم مگه مرد چی دارن که من ندارم؟ خیلی چیزا خانم جون که شما نداری. مثلا چی؟ والا ببخشید من مدت هاست که فراموشم شده. جوانی کجایی که یادت ده. تو هم که همه شوخه میکنی. امروز یه آدمی اومده بود اینجا که تا حالا ندیده بودم. با همه این مردایی که تا حالا دیده بودم فرق میکرد. همون جاهله که میگن امروز صبح اومده بود اینجا. بله خانم جون شما، اینا مرد واقعی هستن، اینا اهل صفا و معرفت هستن، اینا مردونگی و لوتیگیری دارن، نه این مردمی که شما باشون دم خورید خانم جون. ببین بابا، تو منو بزرگ کردی. درسته. تو هم جای پدر من بودی هم جای مادر. درسته. اخلاق تو خیلی در من تأثیر کرد. صحیحه. من برای اداره کردن این تشکیلات مجبورم مثل یه مرد رفتار کنم. رفتار کنی؟ دلم میخواد همه از من حساب ببرم. دلم میخواد ببینم اینجور آدم ها چطوری زندگی میکنن، چطوری راه میرن، چطوری لباس میپوشن، چطوری حرف میزنن. ولی آخه خانم جون شما چریختی میتونید با این سر و وضع مرتب همچین روی؟ بچرخ ببینم. بچرخم. آره بچرخ. نفهم میدم آره دیگه ما بچرخیم. بچرخ بچرخ. لباسای تو اندازه من هست. لباس من؟ لباسه چی؟ میخوام مرد بشم. شما مرد بشی؟ آره. آخه چریختی؟ تو به من کمک میکنی. تو به هم یاد میدی. من به هر قیمتی که شده باید مرد بشم. خدا جمع. ده بسته دیگه، چرا اقید میخندی؟ چطورم؟ میزونه میزون. چه خوب غالب لباس ما در اومدی ها. دیگه معلوم نمیشه مزنم؟ نه یه حرکاتت مردونه باشه، صدات هم یه خودت گلوبتر بکنی هیچ که نمیشه. حالا کراتو بکش پایین تر، کتت هم بده عقب که سیاد پنتر. حالا مثل من را بیبینم اینجوری. بیا بیرم سینت هم باشه. بیا اینا رو هم بپوشون که تو کوچه گندش در بیاد. حالا هرچی که من میگم تو هم بگو. چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ یه بوده غلیسا. چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ بسه دیگه. خیلی خوب دیگه. آره یه بارم دو باید بگه چطوری داشتم. گفتم یه دفعه بگو. خیلی خوب بابا خیلی خوب. گوش بده. یاد در اسمت داشکبره. تازه هم از بیرون آمدی. خیلی خوب فهمیدم. ببین چی میگم، هر جا من رفتیم دعوا و مرافع شد، گرچه من خودم هستم هوا دارم اما بوز که ندم. مگه نمیشه دختر با تو یک کلمه حرف بزنم؟ آقا چیکار میکنی وایت به دادم میگه؟ میگم بوز که ندم. خیلی خوب دیگه. شک بزن اینجوری، از این طرف، از این طرف. نفهمیدم منو میزنی. نفهمیدم بی معرفت. آره دیگه للت هم میزنی. آره عجب دست سنگینی هم داره. حیف که بزرگت کردم ولی شیکمت سفره میکردم. چی گفتی؟ شیکم منو سفره میکردی؟ با تو که نمیشه حرف زد. برو بریم زودتر، میخوام بریم. نگاه کن محمود و مسعود تو سالون با آقا دارن حرف میزنن، فقط مواظب باش نبینن. باز نمیدونم چه کلک ملکی دارن جور میکنن. بریم بینم. بی خیاله اینا رو گفتم بگوشم شیکمشون رو سفره میکنن. نفهمیدم داشت اکبر، حالا دیگه واسبم داری دو اکبر گلابی میاد. خب اوضاع تجارت خونه در چه حاله؟ والا اجازه بدین قربان، خیلی معذرت میخوام، کارمندان و کارگران مؤسسه به این بزرگی نمیتونن دیگه رفتار مژگان خانم رو تحمل بکنن، به خصوص که ایشون تصور میکنن مرد بودن فقط به خشونت و تندی و داد و بیداده. چه کنم؟ من که خونه نشین شدم، دکترها برای قلبم قدغن کردن که کار کنم. یه دفعه هم که نمیشه دست مژگان رو از کارا کوتاه کرد، ولی وقتی با محمود عروسی کرد به تدریج خانم خونه میشه و تمام کارا درست. بله ولی تا اون وقت دیگه همه کارمندان تجارت خونه متواری شدن. اینم بی ارزگی خودته، زنا همه لجوج و یه دنده هستن. من که مکرر در حضور مژگان گفتم تو صاحب اختیار مؤسسه هستی، چند دفعه بگم؟ آخه همون جان
شما خودتون میدونید که من چقدر مژگانو دوست دارم، برای همینی که نمیخوام ناراحتش کنم. بله تو هم راست میگی. من خودم بهش تذکر میدم که از فردا تمام کارا رو تو اداره بکنی. ببینم الان کجاست؟ سرد اینم که میفته پایی پسی تاسکی کو؟ بابا این صدا دیگه خود کلوف کن باز که یادت رفت. چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ بابا دیگه کوک میکنم عجب غلطی کردی یه چیزی یادت دادی با خدایا امشب خودم به تو سپردم. ای تاسکی تاکسی نگرده بینا نگرده بیمعرفت چه بیمعرفتی بودا یکی دیگه داره میام تاسکی نگرده نگرده تاسکی نگرده از گوه زیر ماشین بابا کجا بخواییم بریم؟ راه ما طرف پایین ها واسه ما فرق نمی کنه داشتم ما میخواییم بریم یک کافه میزونی عشق بکنیم چطوری داشتم؟ قربون تو معلوم میشه تو این شهر غریبی آره داشتم به یه کافه آلیش دراغ دارم که آواز خونش معرکه است رو دست نداره بپریم بالا بینم الو کرمون الو کرمون اینجا دلم از عشق تو فرمون اینجا کجا هستی بگون یارم کجایی چه وقتی جانب تهرون میایی خانم عشقا گرفتی خانم عربی گرفتی ببخشین خیلی مرسی الو از من نترسی حواسم بالا پرده خودش این خیلی شرده همین حالا میگیرم رشت و گرگون میخوام دل دارم و خرشون و خرشون میخواستی زود بدی زودتر جوابم چرا این وقت و دیر رنج و عذابم اگر تو رشت و گرگون یار نمیدی نمونم تو که شهر اسفهونه بگیرم اسفهونو همون نصف جهونو الو های اسفهون یار من اونجاست بگو با من دراب دار من اونجاست حالا شهر خراسون رو میگیرم دشت تبریز و زنجون رو میگیرم میپرسم به همه مردم شیراز الو آبادان های مردم اهواز بگین یار من اون دکتر و ایران بگو قصر شیرین آی کرم و شاه ها خانو مشتا گرفتیم خانو بحشر بخون بیمارفت خانو فهمیدم ای جارو بگیم من خدای فروغ خانه من بر پس بزنی هر جا که باشی اگر اینجا و یا اونجا نباشی خانو درست گرفتیم خانو بشا گرفتیم حالا درست گرفتیم خانو بجا گرفتیم الو کهبود الو کهبود اینجا برام از عشق تو پرخون اینجا کجا هستی بگو یارم کجایی چه وقتی جانب تهرون میایی همین فردا میام من عوض خواستی میام من همین فردا میام من عوض خواستی میام من خوشگل میخونه ها آره واقعا خوب چیزی هم نفهمیدم تو مثل یادت رفته کی هستی چی داری میگی راست میگی چی میخوری یه پنج سری کشمی کشمی نداشم یه بات ویسکی بیا نه دوکرو ویسکی میخواد شوخی نکن اول این پولشو داری ارد میده یا اینکه جونه برای تو جیب سقاب باز میکنه خوش نکن سر به سر میذاره همون پنج سری یه پرتکاب بردار برده بیا آره داشتم برمینی شرط تو اینکه سر به سر هم نکنه ببینم حواست کجاست این دختره که آواز میخون تنها دلم میخواد برم پلوش بهش بگم خیلی مشتی میخونی ولمون کن بابا اینا هر کدوم صاحب دارن بی خودی ما رو تو اچل ننداز یارو لندی که رفته تو نخ جیلا نمیدونه چه بله به سرش میاد جون تو نمیشه واسه برم ازش تشکر کنم بگم خیلی خوشگل خوندی گوش کن اکبر
دیگه داری منو کلافم میکنی و میگم نمیخواد بری ازش تشکر کنی. بالاخره امشب یه کاری دست ما میدی. درسته، بالاخره تو لاله منه بعد صرف تو گوش شده با همینجا منتظرم و شالله برام وای زبی بیرد بیماره فرم. اجازه میفرمایی خانم؟ میتونم بشینم؟ البته، خواهش میکنم بفرمایید. متشکرم. شما چقدر با تربیتی؟ صدای شما خیلی قشنگ بود، خیلی زیاد. بی اختیار دلم خواستیم سر میزتون بهتون تبریک بگم. ممنونم، محبت داریم. مثل اینکه شما اهل تهران نیستید. نه خیر، من شهرستانی هستم. راستی موی کلئوپاترا خیلی به شما میاد. به نظر من شما هیچ وقت نباید موهاتون رو شینیوم بکنید. اینطوری خیلی بهتون میاد. منم همیشه موهامو شما چی؟ منم همیشه گور خودشه داره میکنه. اونم میره اگه اصلا یه گلاغ من چپ بشه. تو شو بیا. نفهمیدم بچه هستنی اومد الان خون را بیوم. آره الان لندگی عجلش رسیده. آره یه تموش نمی کنی. یا استاد آره حالت جده چیمه تو پیستر می بلش کن حسن. چطور جارت کردی؟ این آقا از من اجازه گرفتن، من گفتم بشینم. خیلی خب، پا بشین. دیگه تموم شد. خوش اومدی داشتم، شاکرت هستم فرفره. شما؟ منم نوکرت اکبر. چطوری داشتم؟ قربون تو اکبر چی؟ حتما یه پشمندم داره. اکبر 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 چی؟ اکبر لانکاستر. نه بابا اکبر لانکاستر. اکبر لانکاستر میرم همون آرتیستی که فیلم های بزن. آره دیگه فیلماش خیلی دوست دارم. تو نمیری از اون یک که بزن هاست خیلی خوب بازی میکنه. این یه چه جلکیه باشه اومد هیچی بهش نگو بس که فقط با سما دومه باشه اومد بابا. وای چی دیگه گندش دارم داریم کن دیگه داشتم. او اکبر آقا بگو خواب به سلامتی رفیق امشب اون اکبر آقا لانکاسته نوکرشم. برو بالا. بالا؟ کدوم بالا داشتم؟ بجون ما بازی در نیار. اکبر خیلی خوشمزه است. میگه کدوم بالا. خب بفرستش تو حلقه دیگه. آه قربون. چی هست؟ کیش میشه نوکرشم بخوره جا میاد. شاید نخواد بخوره. یعنی دست من رد میکنه. تو این شهرستانیه رو نمیشناسی. صد تا منو تو رو تو عرق خوری کله پا میکنه. برو بالا اکبری. مرگ هستم برو بالا. این تن بمیری با خود دیگه. نوشه جونه. جونه تو دستم ای جاده بیداد خیلی با هم از دستی. یه گیلت دیگه با گروشن داشت. قربون تو داشتیم قربون تو. حسن جون برای اون پول امروز رفتی؟ آره اما کاشکی نمیرفتم. هیچی یه دختری اونجا بود بی معرفت مثل که ناف آسمون افتاده بود پایی. اینقدر گوشتلخ بود که با یه مقلبا نمیشد خوردش. آخه اون رئیس بوده. تو از کجا میدونی اکبری؟ حد زدم جون تو. آره خوب فهمیدی. میگفتن رئیسه. اما چه رئیسی؟ اصلا بهش نمیومد. دست مربای آلو پشت یه میز گنده نشسته بود. آره خلاصه بساتشو به هم ریختم. همینطور تون تون میریزه تو اندقه بلا. نگفتم بسه دیگه میترکی. لندوکر رو مثل ماهی که آب میخوره می میزنه. آره بابا اصلا نه جیبش نیز آخوردانه چه خامی کنه بابا همین دونه. حتی فرفره تو میره قرقرم نیست. آره بابا خب پشو بارو تاکسی احمد برو من بعد میام. جونه من دعوا نکنیم. نه جونه تو ناراحت نباش پشو بارو. خیلی خوب آرام جی تو به اتاره اینجا جای زنانی عوض شد. مهمونه تازه وارده من بیا اعترامی کنم و همینطوری بشینم نگاه کنم. آره بلنش به دربا خوشو بریم. بریم خانم با شباب ببخشید آقا چی شده دربا؟ آره بریم آقایی.
ما قرقر هم نیستیم آتقی بی کله برو ببینم یه ما هم نمدو کیم آتقی بی کله منو بگن آتقی بی کله آتقی بی کله آتقی بی کله آتقی بی کله آره بیا بری خونه آره من این هم بس خلی بابا نفهم بیدم حالا دیگه آرام نیکشی اکبر آر بیست آجارو باید بیبریم بیبریم حسن عزیز من دلم کرده دلم گرمه تنم سرده از جا خشم دل بلاش باشیم بریم یه شاده که بسش بزنی باشیم زمستون هوا سرده دلم هم از غصه پر زرده عزیز من دلم کرده دلم گرم تنم سرده دلم گرم تنم سرده جانم گرمشنم خدایا بوده مسلمونه دلم خونه دلم خونه دلم خونه دلم خونه زمین برف همه جا لخت و اوره فقیر بینوا خونه نداره شبا جا گگدا پیش تنوره حبیب من و
هم هرمز بست پردنده عزیزه به من دلم کرده دلم گرم تنم سرده دلم گرم تنم سرده آب دیگه گردش بسه آره با مومن لاله کردنه نه اوپ پا خب رسیدیم دیگه همینجا کجا رو میگی رسیدیم؟ خونه داشت همینجا هست راستی بینا واسه امشب جایمایی تو مسافرخونه دست پای کردی یا نه؟ نه بابا من از این مسافرخونه نمیرم اگرم یه وقتی برم میرم هیلتون آره تو میری هیلتون آره. مگه خوابشو ببینی بیا همینجا به خواب بی خودی جستم بلند نشو یه گلوه درویشی و یه لقمه خوابم حاضره کجا اکبری بایست بینا میخوام برم خونه بابا زیر ماشین با گیر عجب قرمت جفتدیم تو برو بالا بینم ده نشد ده آسانسورش کوه عجب گیری افتادیم ها بابا آسانسور چیه؟ آها همونه که امروز سوار شدم گری میره بالا آسانسور خیلی خوب سب کن سب کن اکبر آقا بفرمای اینم آسانسور سب کن حالا درشم واسه دعا کنم بفرمای یاله بریم بالا بینه اکبر بفرمای بریم بالا این طبقه اول، اینم طبقه دوم، اینم طبقه سوم، این طبقه چهارم، اینم طبقه پنجم، رسیدیم، اینم طبقه ششم. خب آسانسور چرا مرخصش کن بره دیگه باش کاری ندارم خیلی خب پسر برو دیگه باش کاری ندارم رفتش بختش بفرمو بفرمو دوبار اتاق جنابالی حاضره بفرمو بتمرکز بفرمو میبینم بفرمی همینجاست آفتاب گیرم هست از تمام هتل هیلتونای دنیا هم خوشگل تره دیگه با تو کاری ندارم پسر جون میتونی بری بیا اینم انعام تو مرخصی برو بینم برو خیلی خوب بابا حالا بیجی بخواب این دیگه چیه؟ من که میز نخواسته بودم اینو از این وسط ورش رو بنداز دور این دست و پا گیره برادر گفتم که اینو ورش داریم به دردم نمیخوره لا لا دیگه یواش یواش داری اون رو منو بالا میاری یا بابا این میز نیست که کرسیه اچو ارمی تو تا حالا عرق نخوردی که اینجا رو با هیلتون اشتباه میگیری بابا بگی بخواب کشتی منو خستم کردی اینجا همومش کجا؟ همومش سر گذره خیلی خوب پس بگو قراغش کنن میخوام دوش بگیرم حیف داشت اکبر خیلی چاکرتم ولی الان یه دوش گرفتن یادت میدادم که هیچ وقت یادت نره بابا حالا چه وقت هموم گرفتن نصف شبم گذشته بیگی بخواب نوکرتم خیلی خوب بابا خیلی خوب نیا کن ما رو بگو با کی طرفی چی شده بینم سرفتی نره ببینم کدوم زورخونه کار میکنی ها من زورخونه کار نمی کنم اینایی که میبینی خدا دادیه ماشالله او من ببینم نگاه کن نگاه کن ماما نگاه کن ماشالله ره ره خواب قربون تو اکبر جون من دیگه رفتم بخوابم معطل نکن تو هم برو بگی به خواب تا فردا حال جا بیا الو ترون الو پاریس اینجا دلم از عشق تو لبریز اینجا الو لندن الو ترون اینجا دلم از عشق تو ویلیون اینجا الو ترون الو پاریس الو ترون الو پاریس اینجا داشت اکبر داشت اکبر بسته دیگه من اینه میدی بچه مریضه بچه ما مریضه خوابیده الو ترون الو پاریس اینجا خیلی خوب میخوای بری پاریس دلم از عشق تو خیلی خوب پس برو پاریس چیه
منم جونم نترس، اومدم باید یه کار کوچولویی دارم کوبی جون. ایوو ارسیدم، خیال کردم جنه. تو این دو شلیه چی میخوای آقا جون؟ ببین کوبی جون، اینا که قربونت برم، میتونی یه کاری واسه من بکنی؟ آقا جون شما هم عجب توقعاتی دارین، این وقتش هم منو بیدار کردی باشم یه کاری براتون بکنم؟ نه جونم کار بدی نیست، خواستم ازت خواهش کنم اگه امشب یا فردا صبح آقا پرسید خانوم کجا، بو سر شب اومده گرفت خوابی. با خودو مرگم بده، چطور مگه رفته ددر آقا جون؟ نمیدونم کدوم گوره سونی رفته. نکوم از بخوابم داداش پاشو دیگه چرا میخوابی؟ هی باد تو هم پاشو بابا دیگه کله زوره. یا الله بابا هیت بابا پاشو دیگه داداش. بچه چه خبرت؟ تو هر روز تو هی باید ما رو اذیت بکنی؟ مگه تیغ خوردی پسر جون؟ آره جیمینم. سلام داداش. سلام، پشت سنوار آتیش کن فاتشو. صبح زود آتیش کردم. ده باری کلا پا ورد بیارش. اکبر، اکبر کو؟ چی میگی مگه اکبر زیر کرسیه؟ آره با دیشب با هزار زحمت آوردمش خونه. یه مسی کرده بود که خدا میدونه. یه تیارتی میداد تماشایی. اینجا رو میگفت هتل هیلتون، کرسی رو میگفت میز، منم خیال میکرد پیش خدمت و مهمون خونه. بعدم نگفته دادا به قیافت میاد. آی جلنگ شیطنه بایا. کجا رفتم؟ حتما رفته دست با. نه بابا خودم دیدم رفتش، نزدیک سهر بود تشنم شد اون یه لیوان آب به من داد و خدافزی کرد رفت. عجب بی معرفتیه، بچه رو منو بیدار نکرد. نه بابا گفتش دلم نمیاد بیدارش کنم. حتما رفته کله پاچه رو بزنه. آره چایلی بریز ببینم. فاتی جون بعض خودم نباشه پسر خیلی خوبیه، خیلی به نظرم نجیب و سر برا میاد. نکنه مسعودی بلای سرش اومده باشه؟ نه بابا، از اون عرق خورای قهاره. من میدونم الان ککشم نمیگزه، قپراغ قپراغه، خودشم همچین میزونه میزونه. آی سرم، آی سرم ترگید. آخه بابا جون شما رو چه به مشروب خوردم؟ آی سرم ترگید. یه برو بالا الان سر خوب بشه. این دیگه چیه؟ بخو برو بالا. تو چرا اینجوری شدی؟ بابا ای والا شما دیشب باباتی خوابودی تو مخ من، تازه بگی چرا اینجوری شدی؟ بابا دست خور. درسته، این عرق عجب چیز بدیه. این دعوا و کتککاری و این چیزا هیچ دلیل مردانگی نیست، خیلی چیز وحشتناکی بود. همه مزه مردی به همین دعوا و مرافعش. خانم جون چی داری میگی؟ آره راست میگی. برو بالا. اما تو این شهرم عجب آدمایی پیدا میشه. این تازه یه چشمشه. شما خیال کردی به همین راحتی کت و شلوار مردونه پوشیدی رو مرد شدیم؟ نه جونم، چیزای دیگه هم داره. اونا یه چیزایی که این لله پیرت میدونه. آره مثل این که خب حالا پشت زودتر لباس دورو بپوشی، سروستون درست کن که پدرت شما رو با این حال نبید. یاد بیده خب چطور هنوز نایمده؟ عجیبه، من فکر کردم صبح زود اومده تجارت کنه. گوشی نگذار. سلام آقا جو. کبرا خانم خونه است یا رفته؟ تو اتاقشونن آقا جو. الان میرم ببینم چرا تا حالا نایمده. شما کارهای تجارت خونه رو انجام بدید. مگه خانم دیشب ساعت چند اومد خونه؟ والا مثل اینکه اصلا دیشب خونه نیومدن آقا جون. چرا مزخرف میگی؟ چطور ممکنه خونه نیومده باشه؟ خب به من اینطوری گفتن آقا جون. بریم ببینیم.
خب حالا تا پدرتون نیامده زودتر برین تجارت خونه که بهانه دست او بدجنسانه نشه. خیلی خوب بریم. سلام. سلام پدر. سلام. ببینم چه اتفاقی افتاده که امروز سر کارت نرفتی ماشکا جان؟ من حالم خوب نبود، یکمی دیر از خواب بلند شدم. چه بوی عرقی تو این اتاق میاد؟ این چیه؟ چیز قربان، این مربوط به کله بنده است، زرد شده بوده، یه خود الکل زده بوده. بله بله قربان. کسافت. شنیدم تو اصلا دیشب خونه نیومدی. کجا بودی؟ من پدر اختیارت قربان، ما این که سوپ سفیدیم، خود ما دیشب خانم آوردیم تا تو اتاق. تو دیگه حرف نزن. حالا دیگه ما حرف نزنیم. مگه خود شما دیشب خودی یه حرف نزن. حالا دیگه ما حرف نزنیم. نه حرف نزن. قربان پیش بنده در برو بیرون، برو ببینم. بودو. ببین مژگان جان، درسته که این روزا مرد و زن در همه کارا با هم دیگه مساوی هستن، ولی تا وقتی که زنا فوت و فن کارهای مردا رو یاد بگیرن خیلی طول داره. به نظر من بهتره کارا رو به محمود واگذار کنی، چون اون بهتره داره میکنه جان. نه پدر، شما هنوز محمود رو نمیشناسید. چون میدونه شما وصیت کردین که ما با هم عروسی کنیم و اون صاحب اختیار ثروت شما بشه، به شما اظهار علاقه میکنه. این چه حرفیه؟ من به محمود بیشتر از دو تا چشمم اعتماد دارم. یه مرد احمق زودتر نمیمیره از شرش راحت بشه. با این دختر از خود رازیش پاک منو دیوونه کرده. فعلا که وضع بر وفق مراده. دست دختره رو کوتاه کردیم و تو جاش نشستی. نقشه همین بود که عملی شد. نه اینطور نیست، من باید باهاش عروسی کنم، غرورشو بشکنم. اون به من خیلی توهین کرده. فقط مواظب باش نفهمه تو زیر زمینای انبار چه خبره، چون اگر بو ببره کارت خراب میشه. نه نترس. گوش کن ببین، 30,000 تومان دیگه از حساب تجارت خونه بده من، امشب میخوام برم بازی کنم. این آخرین پولیه که بهت میدم. وقتی نقشمون عملی شد میتونی هر چقدر دلت خواست پول برداری. اون وقت دیگه به هیچ جان بر نمیخوره. شما با اجازه کی جای من نشستید؟ والا عموجان دستور دادن. شما دیگه از امروز هیچ سمتی اینجا ندارید. البته به عنوان نامزد من میتونید اینجا تشریف بیارید، ولی به عنوان رئیس نه، نمیتونید. عجب. پس محمود خان رئیس اینجا شدن. بله. ببینید بله. مژگان خانم، من فکر میکنم اینطوری خیلی بهتره، شما هم راحت ترین. بله درسته. فقط من یه کارایی دارم که باید انجام بدم، بعد مرخص بشم. ببخشید، اجازه میفرمایید؟ خواهش میکنم، بفرمایید. مدارک و ساعت کار آقای رئیس جدید در هفته گذشته است که تا یک ساعت دیگر به آقای تلاچی پدر بزرگوارم تقدیم خواهد شد. شنبه صبح سازش با نمایندگان تجاری ما بر علیه منافع شرکت. بعد از ظهر قمار در منزل فراهان به اتفاق میمی و فیفی. باخت 50,000 تومان. یک شنبه صبح جعل اسناد رسمی تجارتخانه. بعد از ظهر قمار. باخت 40,000 تومان. دوشنبه صبح حمل مال و تجارهای مشکوک و انبار بزرگ. بعد از ظهر تماس با اشخاص ناشناس برای فروش آن. شب قمار باخت 20,000 تومان. علاوه بر اینها نوار ضبط شده از صحبت‌های جناب‌عالی که همین امروز به آقای تلاچی تقدیم خواهد شد. آره دیشب خیلی خوش گذشت، جات خالی بود، خیلی باختم. اما تو جا از دلم در آورد. این پیره مرد احمق که آدم حسابی نیست، یه پشتن و دوره. بالاخره تمام ثروتش مال من میشه، اگرم لازم شد کلکشو میکنم. عجیبه، من فکر نمیکردم محمود خان شما تا این حد در کارهای تجارت خونه اخلال کرده باشید. بلند شید. مژگان خانم راست میگن، شما اصلا لیاقت این مقامو ندارید. خب حالا برو پی کاره. بازم بهت رحم میکنم، ولی بدون اگه بعد از این کوچکترین کاری بکنی همه این مدارک و مدارک دیگه ای که موجوده به پدرم میدم. برو. راستی مسعود خان، بعد از ظهر برای سرکشی به انبار میرم، بگین آماده باشم. چشم. آقای دکتر همایون، من مژگانم. مدارکو باید از بین برد، نوار ضبط صوتم نابود کرد. اگه امروز بیاد انبار و اجناس قاچاقو ببینه کار هر دومو زاره. دیگه آرزوی ثروت پیرمرده رو به گور میره. آره هرچی بگی میکنم.
محمود، راه دوم باید انتخاب کرد. امروز که اومد انبار کلکش طوری میکنیم که آب از آب تکون نخوره. بله آقای دکتر، آدرسو که یادداشت کردیم. بله بله درسته، همینه. پسر بچه کوچیکیه که پای راستش فلجه. خواهش میکنم اول ماینش کنیم و نتیجه رو به من اطلاع بدین که بعد برای مالجش اقدام کنیم. بله. و صورت مخارج برای من بفرستین، خودم میپردازم. نه خواهش میکنم، ولی هیچ کس نفهمه که این کار از ناحیه منه. اصلا اسم منو نبری. خیلی متشکرم، خداحافظ. اومدش. بله خب، مواظب باشین اتفاق عادی جلب کنه. خوب فهمیدین چیکار کنید؟ تو سرشو گرم میکنی، تو هم اتومبیلشو خراب کنی. اون وقت مجبور با تاکسی بره، البته با اون تاکسی که ما دلمون میخواه. یلا برید. کلیدشو نداریم خانم. چطور ندارین؟ مگه همچی چیزی ممکنه؟ والا به ما ندادن. این چه مسخره بازیه؟ من نمیفهمم. مگه به شما نگفتن که خانم تاکسی بیاره؟ نه خیر نگفتن. بریم تو دفتر تا تکلیف اینا رو روشن کنم. یادت نره دفعه دیگه که اومدم باید حتما کلید انبار زیرزمینی رو داشته باشی، فهمیدی؟ چشم. والا سرکارت با من داشه. اگه نقشمون عملی بشه برای همیشه خیالت راحته. خدا کنه بچه ها خوب کارشون انجام بدن. روشن نمیشه. این که درست بوده میرن. برو پایین یه نگاهی به موتور بکن. نفهمیدم، حالا دیگه ما بریم نگاه کنیم. ما که چیزی سر اون نمیشه خانم جون. نمیدونم چرا روشن نمیشه. خانم شما با تاکسی بفرمایید خونه مکانیک که اومد میدم درستش کنه میفرستمش خونه. آقای محمد یه تاکسی صدا کن. خانم الان تاکسی میاد. پس تو بمون ماشینو بیار. شما چی خانم تنهایی؟ نه ترس، عیبی نمیکنم. حالا دیگه عیب نمیکنی. بفر میخوام. چرا وایسادی؟ مگه میخوای مسافر سوار کنی؟ چرا نکنم، این همه راه صرف نمیکنه. دو تومن میدی میخوای سوار نکنم؟ بیا این بالا. فهم فاتی چرا بردش مریض خونه به این دوری؟ آخه دکتر جدیدش اینو گفته. ای بابا چی شو؟ مثل که تو اون تاکسیه که رد شد خبرهاییه. ببین مثل که بیچاره رو دارن خفش میکنه. آره؟ زنم هست. آره؟ بسن محتشو Yeah!
خانم بد اخلاقه؟ به خدا اگه میدونستم 30 سال نجاتت نمیدادم. نمیدونی چقدر قیافه نصر دلخورم نفله. هنوزم دیر نشده، میتونی صداشون کنی منو بدی دستشون. نه این دیگه هم مردونگی به دوره، والا همین کارم میکردم. خب حالا ببینم چطور شد تومه این ناکسا شدی. این دیگه به تو مربوط نیست. برای اینکه منو نجات دادی خیلی ازت متشکرم، اما از دیدن قیافه منحوست خیلی هم مچلم. نه بابا بکش پشت دوری. آی احمد خانمو بی برسون در خونه شما، حوصله دیدن قیافه پختون نست و ندارم. زود باش برو خالیش کن برگرد. به پاتورا کلک دستت نده، خیلی حقه است از اون بد اونوقای روزگاره. زود باش احمد تنگ غروبه، باید برم مریض خونه، میترسم دیر بشه رام نده. یالا بقی خالیش کنه برگرده. بی معرفت جایی دخش شما درد نکنه، لغازم میگه. چیز عجیبی، آخه چطور میشه تا حالا نیومده باشه؟ به تو چیزی نگفت؟ نه قربون، خانوم به من دستور داد ببونم ماشین بیارم، خودشم با تاسکیره. ترسم بلایی سرش اومده باشه. نمیفهمم، اگه من 100 دفعه به تو نگفتم مواظب دخترم باش. بنده بی تقصیرم قربون. پدرم خونه؟ مسی که اومد قربون. سلام خانم جان. سلام. سلام پدر جان. مشکان جان کجا بودی؟ خیلی برای تو دلواپس شدم. یه راننده تاکسی با 2 نفر دیگه میخواستن منو بکشن، اما یه جوان با غیرت رسید منو نجات داد. عجیبه، روز روشن، این دیگه خیلی مسکه. نفهمیدی کی بود؟ نه، نمره تاکسی هم حتما قلابی بود، اما میدونم از ناحیه کیه. منظورت کیه؟ بعد معلوم میشه، وقتی که فهمیدم تو اونم بار چی قایم کردن بهتون. اینقدر با محمود بدی که خیال میکنی هر کسی کاری بکنه تقصیر اونه. خانم درست حرف میزنن. آره دیگه حرف نزن. آره دیگه ما حرف نزنیم. اصلا میدونی چیه؟ تو دیگه خیلی پیر شدی. نفهم میدم آره دیگه ما پیر شدیم. برای من احتیاج به یه مستحفظ با عرضه تری دارم. درسته عمو جان، حق با شماست. مشکان احتیاج به یک مستحفظ با عرضه داره. نه من احتیاج به مستحفظ ندارم، خودم میتونم از خودم دفاع کنم. نه جانم، معلوم میشه خیلی طمع به مال و ثروت و زیبایی تو دارن. بهتره کسی مواظب تو باشه جانم. محمود تو کسی رو میشناسی؟ بله قربان، بله فردا صبح یه نفر رو خدمتتون معرفی میکنم که کاملا قابل اطمینان. اون رو بنده خودم یه نفر رو میشناسم که. تو دیگه ساکت. حالا دیگه ما ساکت. خب محمود جان فردا صبح با خودت بیارش. بیارش. چشم. پس اجازه مرخصی بفرمایید برم ترتیب کارا رو بهش میکنم. برو به کارات برس. مرسی. برو. بیا دخترم بیا. این چیه؟ تعریف کن ببینم موضوع چی بود. آخه چطور شد این اتفاق افتاد؟ چرا مواظب خودت نیستی؟ Okay.
که با سبو به سر کشم، می تا سپید دم به یاد او به سر کشم، هم و جم و یار من در این میان کو که بلش به سر هم به دامن او. من اکبر لنگسته فرستم. آه قربون تو بفرما، رفیق اکبر رفیق ما هم بفرما نوکرتم. حالا دیگه ما رفیق تو شدیم؟ مگه ما چمونه پدر؟ خب خود بیمرفتش کجا؟ جون تو خیلی سفارش کرده بود که برات کار پیدا کنم، من یه جای خوبی رو واسه دست پاک. آها نگفتم نگفتم یه اکبر خیلی رفاقت سرش میشه، همش به فکر منه. خب چه کاری هست؟ والا ارباب من یه کسی میخواد که همه جا دنبال دخترش باشه و ازش محافظت. نفهمیدم، یعنی دنبال دختره باید را بیفتم؟ آره دیگه. خیلی خوب، اما بینم بوغه شنده ما یه هزار چون خدا. هزار چون بدک نی؟ اما با این دختره امروزی مگه میشه سا؟ نه بابا از اوناشی چی میگی؟ کور خوندی تو ببیری یادت نره تو ببیری زدی. آره دیگه. من فقط شبا نمیتونم بمونم، ساعت 12 باید اینجا باشم. قبول. ارباب من هیچ کسی رو بهتر از تو نمیتونه پیدا کنه. خب قرارم کجا؟ فردا ساعت 8 صبح در خونه خیابون آذری چه مشکی شماره 18. سلام علیکم. اوه اومدی؟ زود باش تو. بیا تو تا دیر نشده میترسم اون یکی بیاد. بودو اون یکی کیه دیگه؟ بودو بودو. بودو که خوب موقعی رسیدی. ارباب تو ایوون نشسته مونده. خیلی خوب یادت باشه تو میری زدی یا کلک من. خیلی خوب بیا تو دیگه حرف نزن. بیا بابا. سلام علیکم. سلام قربون. سلام. ایشون همون مستحفظی هستن که خاصی. همون مستحفظی که قرار بود امروز محمود بفرسته. خیلی خوب. ببین پسر جون، من احتیاج به یه نفر دارم که همه جا مواظب دخترم باشه، ازش محافظت کنه. حاضر این شغل قبول کنی؟ پس بفرمایید یه سگ گله گردن کلفت لازم دارین که مواظب اون باشه. این سگ هستش. نه پسر جون، تنها گردن کلفتی شرط نیست، باید عقل و هوش هم داشته باشه. تو به نظرم جوان باهوشی میای. من حاضرم با مایه 1000 تومن استخدامت کنم که از صبح تا شب مواظب دخترم باشی. یک قدم ازش نباید جدا. باشه قربون، قبول. ما تا حالا این کارا نکردیم، اما یه دفعه امتحان میکنیم ببینیم چی میشه. چطوره پدر؟ بله قربون، این آقا پیداست که دیوونه با شرفیه، هیچ که بهتر از این نمیتونه این کارا انجام بده. تو دیگه حرف نزن. نفهمیدم. آره دیگه ما حرف نزنیم. خیلی خب، پس قول بده، قول مردونه که هر اتفاقی بیفته این کارو تا آخر دنبال میکنیم. باشه قربون، قول میدم، قول مردونه. یه مردونه از دست بفرمایین. بیا ببین چی میشه. چی؟ مشگان جان، این آقا همونه که باید محافظ شما باشه. بیا جان. ایشون هستن؟ این که خیلی کوچولو موچولوه، به درد نمیخوره. فلفل نمین چه ریزه؟ نه از قیافش پیداست که پسر زبر و زرنگیه. بچرخ ببینم. بچرخ بچه. بچرخ. لا 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 بفرما. بازم بچرخ. بفرم. مثل اینکه بد نیست، اما باید ورزش کنی تا خوب بشی. دهنه تو باز کن ببینم. آره دندوراش هم که برده. بیمعرفت، مثل که میخواد عصب بخره. نه بابا ما نیستیم این چیه دیگه. آخه ما خیلی از پونه خوشش میاد، در لونش هم سبز میشه. ولی فراموش نکن که تو به ما قول دادی، قول مردونه. آره دیگه چه کنم، ما همیشه چوب همین چیزها رو میکنیم. خوب فهمیدی چی گفتم اصلا؟ خیالتون تخت و تخت باشه، حساب دختره رو میرسه. هرچی بهت گفتن قبول کن، اگه نقشه‌ای که با هم کشیدیم عملی بشه پول زیادی بهت میدن. ما واسه پول همه کاری میکنیم. خیلی خب بریم. بریم. وایسا مشکن، بالاخره تو احتیاج به یه مستحفظ داری. من دلم نمیخواد کسی مزاحم شه. عموجم سلام. ولی
این آقا همون مستحفظیه که قرار بود امروز بیاره. چطور شد؟ نفهمیدم. من خیال کردم این آقاست که باید میواد اینجا. والا ما هم خیال کردیم که دیگه حرف نزن. حالا دیگه ما حرف نزن اینجا. آخه اینکه شما انتخاب کردین به درد هیچ کاری نمیخوره. شما اندام اینو نگاه کنید چقدر برازنده. حالا ما به درد نمیخوریم جیگول. اگه یادت رفته یه مشتمالت بدم. خفش و جوجه مشتمال تو همون میدن. گفتی جوجه؟ جوجه را آخر پاییز میشمرن داشن. به نظر من اون که گردن کلفتره باید محافظ من باشه. حالا بهتره با هم دیگه ترمز ترمز کن همچی ترمز کن. ما بی خودی کسی رو ناکار نمی کنیم. آب سر میگن شطور در خواب بیند پنبه دونه. چه خبر مگه اینجا گود زورخونت آخه؟ البته اگه این آقا میترسه دعوا نکنه بهتره، چون ممکنه از دماغش یه دفعه خون بیاد بعدم خونه ببینه و بیفته و قش بکنه. نه بابا طوری نمیزنیمش که قش کنه، فقط دندوناشی میزیم. اینم یه مشتمال حسابی که هیچ تخیاره داره. حالا چی آمد؟ خوشگله؟ آره بگو. بابا یه کاری بکن داره خفه. داره مشتمالش میده. چیزه مشتمال آخر؟ فرنگیه. نظر خداحافظی خوند. خاک بر اون سرت کنم. بلند شو، بلند شو، آب روی منو بردی. آقا نزن دیگه، نزن. چه صافت مردشون هیچ جایی کنده بایی آدم ها جوان بشه. برو بیرون گم شیالله تن لش. همین مستحفظ به درد تو میخوره، خیلی عالیه. بله قربون، میگم از فردا صبح زود مشغول کارش بشه. مگر میاد؟ اومدی آبچی بریم؟ بله. چرا واسطه‌ای ببریم ده؟ تو نباید جلوتر از من را بری. تو مستخدم من هستی. نه فهمیدم. مستحفظ یعنی مستخدم. درست صدات مو زیاد میام و این چیزا رو انقدر سرمون میشه. در هر حال یادت نره باید همه جا به احترام من یه قدم از من عقب‌تر باشی. فهمیدی؟ خیلی خوب. اس چه قول دادم مگر نه درس اخلاقی بهت میدادم که خودت حظ بکنی. اینم یه قدم عقب‌تر. بیا بالا بری بابا. بازم که وایسادی پچه رو سوار نمیشه آبجی. آبجی شما عادت نداره خودش سوار شه، باید داداش بی تربیتش در رو واسش باز کنی. مکتوم لا اله لا لا، چقدر بابا تو ناز داری، کشتی ما رو، خستمون کردی، عجب گیری افتادی ما. لا 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 لا، بفرما بابا سوار شا، معطلش نکن ببینم، برو بالا. رفتی؟ خیلی خوب. هیچ کاری نداشت. شما اگه نه زورتون میاد در اتومبیلتون رو وا کنی یا چه دیگه واسه تون در وا کنه، هیچ کاری نداره. چون لفت و لابش میگیرید. از کنون طرف برم؟ به طرف چپ برو. اون ناسلامتی مثلا راننده ای آبجی. اینقدر خور نزن. خب یخته زودتر بگو. راست برو. ده من نمیدونی کجا میخوای بری. بیا اینم راست. چپ. راست. سر به سرم نزن، خلقم تنگ میشه. میخواستی اول تصمیم بگیری بعد سوار ماشین بشی نفله. گفتم رو حرف من حرف نزن. دیگه داری کفرمو در میاری یا؟ خیلی خب بفرما. چپ. راست. چپ. چپ راست. چپ راست. بفرما. آیا خلاصه یه ترمز محکم کردم، یارو قلفتی افتاد جلو، سرش پایین پاش هوا رفته. آقا جون اکبری، یارو خیال میکنه چون پول داره میتونه هرچی دلش خواست بگه. خیلی دختر خلوزیه. یعنی اصلا خلوز داره مجنون؟ چی نفهمیدم؟ همچی حرف میزنی مثل این که به تو بد و بیرا گفتن. نه اصلا آقا، اکبر منظورش چیز دیگه است. آره منظورم هم اینه که گفتم تو هم از اون خلوستری مجنون، برای اینکه اگه نبودی نمیرفتی اونجا نون نمکشون رو بخوری و پشت سرشون بد و بیرا بگی. هرچی به چیزی نمیگم از رون نمیری؟
بابا اکبری قربونت برم. آخه وضع منو ببین، من فقط واسه داشم این کارو قبول کردم، ولی این دختر اخبارگزاری بیمانی رو همچی میگه. بیمانی خودتی؟ چی نفهمیدم؟ ولی دیگه ای بیمانی نبودی هیچ وقت از مردم بعد نمیگفت که اکبر راست میگه. درست چی میگی؟ بابا مثلا ناسلامتی شما رفیق من هستین، چرا دماغم میکنی؟ اگه من با شما در دل نکنم پا با کی بکنم؟ از این دختر خیلی بدت میاد. دلم میخواد اذیتش کنم، خیلی دلم میخواد همچین مچلش بکنم که یادش بره چقدر پول تو بانک داره. پسر من تو مرض داری، مژگان دختر خوبیه. میدونم، فقط سگ آقاش بعض خودشه. ای بایی نکه آقا جون، خوبی جو که من قربونت برم باید میتونو با شو هم بده درم آقا جون. اهه میگه آقا جون، آقا جون که ما شو رفت کن بیا. دلم خوبی جون، دلم خوبی جون، تو سالون صدام میکنن بس. من نمیذارم بری با در بسر، تو منو کشتی بیا. آها آره، بهتره یه مهمونی بدیم و نامزدی تو و مژگان رو جشن بگیریم. اون وقت وقتی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت، مجبور میشه قبول کنه، چاره‌ای هم نداره. هر جور میل مبارک عمو جان. اما دختر شما خیلی باهوشه، میترسم اون. نه من قول دادم باید مژگان هر طوری هست زن تو بشه. اون نمیفهمه تو چقدر پسر خوبی هستی. وقتی زنت شد قدر تو رو میدونه. پس خودم ترتیب کارا رو میدم عمو جان. او راستی یه ارکستر خوبم لازم داری. آره جونم آره. خودت برو ارکستر و محل رو ببین، از حالا در نظر بگیر. قربون ارکسترش با من یه ارکستر خوب ایرانی براتون میارم. ایرانی؟ نه بابا، ارکستر ایرانی چیه؟ نه محمود این حرفو نزن. هر چی باشه ما ایرانی هستیم. من از این رقصای بی معنی خارجی هیچ چیز سر در نمیارم. فعلا خب پس هر دوشو بیاره. نه داش، ما فقط ایرانیشو میتونیم بیاریم. پس ارکستر و خواننده باید عالی باشن ها، فهمیدی؟ دست خوش محمود آقا، حالا دیگه ما بعد از 40 سال لوتگیری سازدرب نمیشستیم. به جون شما یه سازدربی براتون بیارم که تو خوابم نیده باشیم. خب پس برو ترتیبشو بده. شکر برو 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 ما رفتیم. ارکستر ایرانی خیلی بهتره، آدم بیشتر کیف میکنه. ارباب من میخواد یه مهمونی بزرگ بده، دلش میخواد یه ارکستر ایرانی داشته باشه. من فکر کردم بهتر از شما هیچ کی نیست. آخه بابا اونجا جای ما نیست. این ایونا بابا دمخور نیستن، یه چیزی میگن ما مجبور میشیم بساتشون رو به هم بریزیم. نه حسن اینطوری نیست، مگه مهمونی سال قبل یادت رفته؟ اتفاقی برامون افتاد، قبول کنیم بهتره. به خدا به دلم افتاده رفتن اونجا صلاح نیست. این حرفا چیه میزنی؟ من قول دادم ارکستر ایرانی براشون ببرم، بهتر از شما هیچ گیره نمیشه، باید قبول کن. Hey!
کی هن آوردین؟ این که آواز بلدیست بخونه، اینا مطرب روزی هن. نگاش کن جونه. بابا آواز بلدیست بخونه. کجه میری بیشی بده یادم تو بیره بابا. این که نگاش کن. آجی گونا چیه؟ باز دور برداشتی که از این آواز خوشت نمیاد؟ به این میگی روزی؟ خیلی خوب، الان برات یه آوازی میخونم که بهت بیاد مال خودت بشه. بپای کنار میخوام یه آواز بخونم یه آواز که خوشش بیاد. این آواز مال این آقا جیگوله. الان میخوام در وصفش بخونم. بپای کنار بخونم. خواهش بخونم. بپای کنار بپای کنار بپای کنار بزمینم. آهنگ آقا دوزر بزمینم. آقا شالله آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام میدونی دوست دارم حالتو میپرسم آخه این رسمه که احوالتو میپرسم دوست دارم بهت بگم تیرتو غلاف کن عصبانی نشو هفت تیرتو غلاف کن آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام اگه هفت تیر بکشی منو بکشی هفت میشی هفت میشی هفت میشی اگه ده تیر بکشی منو بکشی هفت میشی هفت میشی هفت میشی اگه چاقو بکشی منو بکشی هفت میشی هفت میشی هفت میشی اگه شست تیر بکشی منو بکشی هفت میشی هفت میشی هفت میشی من حسن فرفرم فرزم و چالاکم زود غلاب کن که نترسم منو پایین شهرم با هفتیر کشا قهرم نکن کاری که خیتت بکنم من خودت خوب میتونی اینه میتونم من آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام آقا دوزه سلام حالا حالت چطوره؟ بیا بیا بریم خونه شما هم بساتون جمع کنی بریم مزخرم بابا حتی بگم نمیخواد اینجا بیم اینا آدم نیستم من نگفتم اینجا به درد ما نمیخوره جره نکنه اب نداره یه برفا عوضش گوش کن خوب شد رفتن آخه این چه مسخره بازیه خجالت هم خوب چیزیه حیف تمام مدارکی که از اینا تهیه کرده بودم از بین بردم منظورت چیه؟ فردا میرم انبار با مدارک زنده هر دوشونو محکوم میکنم تا شما بفهمین با چه دوزایی طرفی نمیفهمم آبجی آخه همشونو روشن میکنم محمود و مسعود با بد کسی طرف شدن دختر این یه دندگیتو بذار کنار با جون خودت بازی نکن جانم اینا آدمای خطرناکی هستن بازم میگم صلاح نیست اونجا بریم چی رو صلاح نیست من با اونا مدارا کنم اونام هر کاری که دلشو خواست بکنن بابا عجب تو سر نترسی داری یا پس عقلم خواستی صبر کنی حسن بیا اگر رو من حساب بکنی ول مردم من احتیاج به شماها ندارم خودم یه پا مردم آره دیگه پا مردی خانم خونه است اصلا آقا جون سلام خانم رفتن نیستن چطور منتظر من نشدن؟ رفتن انبار آدرس دادن که من بدم به شما با این ماشین برین دنبالشون اینم سویچ ماشین خیلی خوب پا من رفتم انبار برو برو آشپزخونه چه تا
تاریکه اینجا. چطور هیچ کس نیست؟ حتما این ترسوا فهمیدن که من میام اینجا گذاشتن در رفتم. شما انبار سرکشی کنید، منم میرم بیرون سرکشی میکنم. مژگان خانم! چطوری افتاد؟ یعنی اینجا باشه؟ آره آره افته که نی؟ آه این هاشی توه بلامرای سر خانم بیارن. نه ترس، کامیون سر بالایی با بارش نمیتونه تون بره. سر پیچ دوم میگیرمش. نگفتم سرعتش کم شد ناش. سرکشیه گفت که باهم مردشم خب مرد شده این چیز دارم داره دیگه آیسا حاله بزا پاتم وا کنم نترس خب حالا مرد شده خیلی خوب زود باش به وایس دستاتو واکنم خانم بهز من دستشو وا میکنم داشالی تو برو اون دوتا رو به من ببری تحویلشو بری زود باش چی شده مشگا خانم دوست دارم من در تمام عمرم هیچ کسو به اندازه ای تو دوست نداشتم نه بابا به حق چیزایی نشنفته خانم ما لایق شما نیستیم باشه اگه دلت میخواد خودتو بگیر افتخار کن با صدای بلند به همه مردم بگو بالاخره مژگان متکبری که سرش با هیچی پایین نمیومد مطیع من شد بیچاره من شد ولی من فقط دلم میخواد از زبون خودت بشنوم که دوستم داری این برای من از هر چیزی مهمتره بگو بگو دوستم داری بگو من از حرفای شما دارم شاخ در میارم خانم من نمیتونم به شما بگم دوستتون دارم نمیتونم بگم عصبانی نشو حسن تو خیلی چیزا رو نمیدونی بذار بسط بگم نه گوشاتو واکن من نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم که به پول باباشو زندگی عیونیش مینازه من همون اکبر و زندگی پاک و راستریس خودمونو دوست دارم تو دختره بچه ننه بیمانی بیمعرفت به دردم نمیخوری میفهمی؟ تو باید به آدم Oh.
شکسته ز خوبان روزگار. عمرم شده سیاه همانند زلف یار. دنیا چه کلبه ای آی پر از درد و رنج و غم. غم پرورا میگم نشستن گرد هم هی میشوند زیاد و ولی کن نگشت کم. آخ دست رو دلم نزار از اون چی میترسیدم به سرم. پدر خاطرخواهی بسود. خاطرخواهی کی شدی؟ همون دیگه هم از سر شب تا حالا عرق میخورم شاید یادم بره اما نمیشه. عشق مژگان آتیشم زده. همون دختره یه دنده یه بیمنی از خود راضی رو میگی؟ جون ما ازش بد نگو دلخور میشم. پس خیلی دوستش داری ها؟ اما اون به درد تو نمیخوره. خودت میگفتی همش به بابا جون و پول و زندگی عیونیش مینازه. اون که به درد نمیخوره ولی با وجود این میخوامه. اون دختره یه بچه ننه یه گند دماغ بی حیا به چه دردت میخوره؟ گفتم ازش بد نگو اکبری. به خدا غیر از تو هرچی بود همچی میزنم. اون تو... که مال تو نمیشه. بی خود نشستی چی فکر میکنی؟ اون مال یه آدم پول داره. نگاه سگم به تو لات بی سرپا نمی کنه. خفش و بیمار فتر یالوتی. تو هم مژگانی؟ آره من همون
همون دختره بی‌معنی بی‌تربیت بی‌معرفتم که همیشه میگفتی. تو همون اکبری، تو به من نارو زنی، تو از من حرف درآوردی. پس دیگه اکبر لانکاستری وجود نداره. تو اکبر منو کشتی. تو هر جا پا بذاری بدبختی میاری. تو لیاقت یه گیلاس عرقم نداشتی باید بخورم. تو منو گول زدی، به من دروغ گفتی. اما من به تو دروغ نمیگم. گفتم دوست دارم، بازم میگم دوست دارم. اما تو لیاقت نداری، تو از انسونیت بو نبردی. دیگه نمیخوام ببینم، جلبش برو. نه نمیرم، منم حسن دیگه ای رو دوست دارم. من تو موجود خود خواهد دی چشم رو رو. من هر کاری که دلم بخواد میکنم، از اینجام نمیرم. میتونم سر میز شما بشینم آقایون؟ خواهش میکنم خانم، برو بیرون عرفت، هیچ به اون همه خوبی که به تو کردم. لعنت به این دست بینم اکنون. داداش، داداش جون، پام خوب شد، نگاه کن، من میتونم را برم. باشه، باشه جون، باری میدوی، خدایا شکرت، خدایا تو چقدر بزرگی، قربونت برم داداش، تو دیگه میتونی را بری. آقای دکتر گفت دیگه میتونه راه بره، عملش خیلی سخت بود ولی الحمدلله به خیر گذشت، آوردمش که خوشحالت کنم. الحمدلله الحمدلله. آخ محسن جون، داداش کوچولوی من، تا حالا مثل همه بچه‌ها میتونی راه بری، میتونی بازی بکنی. ببینم آبجی خرج عملو دم دکترش کی داد؟ کی نمه پولو داد؟ ولی دکتر که نمیخواست بگه، من بالاخره به زور ازش پرسیدم. یه خانمی به اسم مشگان. مشگان؟ مشگان! من دیگه روم نمیشه تو رو نگاه کنم مشکل. تو به من درس بزرگی دادی، درس انسونیت، درس شرافت. تو من بعد یک غلام داری، اونم منم. این خوبیه تو رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. نه، سرتو بلند کن. من اون مردی رو میخوام که تک و تنها مثل شیر با هزار نفر میجنگه و خودش برای خودش آقاییه. من به قول تو غلام و زرخرید نمیخوام. من فقط تو رو میخوام، تو رو، همینطور که هستی. مشکل منو ببخش، من قدر تو رو نمیدونستم. مشکل تو فرشته، خدا تو رو واسه من فرسته. مشگان جون، مشگان پاتی، خیلی دوست دارم. منم همینطور. اینا رو از اینکه همه که منتظر